با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. پدر و مادر بابک خرمدین برای تحقیقات بیشتر به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ارجاع داده میشن. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران گفت سازمان پزشکی قانونی هنوز در مورد وضعیت سلامت روان والدین بابک خرمدین هیچ گونه اظهار نظر رسمی و قطعی نکرده. دکتر مهدی صابری روز دوشنبه گفت هفته گذشته پدر و مادر مرحوم بابک خرمدین به پزشکی قانونی منتقل شدند و معاینات و مصاحبه‌های اولیه با اونها انجام شد. از آنجایی که در آن زمان هنوز مشخص نبود اونها از نظر وضعیت سلامت روان در زمان ارتکاب جرم در چه وضعیتی قرار داشتند، توصیه شد در یکی از مراکز دانشگاهی تحت نظر باشند و آزمایش‌های لازم بر روی آنها انجام شود. دکتر صابری در ادامه گفت در مصاحبه سرپرست دادسرای جنایی تهران به درستی نتیجه بررسی‌های اولیه مورد اشاره قرار گرفته، اما متاسفانه طوری خبر انعکاس داده شد که بررسی‌های پزشکی قانونی به طور کامل به انجام رسیده و آنها به لحاظ روانی سالم تشخیص داده شدند، در حالیه که متعاقب اون در این زمینه شبهاتی مطرح شد و بحثایی به دنبال این موارد در فضای مجازی پیش اومد که لازم میدونم به عنوان مسئول بخش معاینات روانپزشکی و پزشکی قانونی توضیحاتی در این زمینه داده بشه. دکتر صابری تاکید کرد اینکه پزشکی قانونی هنوز در مورد سلامت روان پدر و مادر بابک خرمدین اظهار نظر رسمی و قطعی نکرده، به این دلیل که موضوع روانشناسی قتل‌های زنجیره‌ای سلاحی که در مورد بیش از 3 فقره قتل که با روش مشابه در طی زمان رخ میده به کار میره بسیار پیچیده است و باید معاینات دقیق روانپزشکی و ارزیابی‌ها، آزمایش‌ها و آزمون‌های روانی مختلفی در این زمینه انجام بشه. همه این موارد نیازمند صرف زمان کافیه و در یک زمان کوتاه اظهار نظر قطعی درباره این گونه موارد ممکن نیست. این متخصص روانپزشک در ادامه صحبت‌هاش گفت هرچند در مصاحبه‌ها و بررسی‌های انجام شده اولیه مشخصاتی از ویژگی‌های شخصیتی و روانی متهمان به دست اومده، اما بر اساس روال بررسی چنین پرونده‌هایی بررسی‌های بیشتری در این خصوص لازمه تا انجام بشه. دکتر صابری در ادامه گفت در ارزیابی‌های روانی متهمان تشخیص بیماری روانی به دلیل تأثیر در تصمیمات کیفری دارای اهمیت و دادستان در این بخش از تحقیقات قضایی می‌خواهد بداند که آیا اختلالات روانی فرد به شدت بوده که متهم در زمان ارتکاب جرم فاقد قوه تشخیص بوده؟ به عبارت دیگر شدت بیماری روانی به این حد بوده که او بر رفتارش آگاه نباشد و مغایرت رفتار خود با قانون را درک نکند یا خیر. این عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانون کشور گفت حساسیت های موجود در چنین مواردی باعث خواهد شد که معاینات در این زمینه طولانی باشد. روز گذشته دومین جلسه بررسی وضعیت روانی این دو قاتل برگزار شد و در روند این بررسی ها باید دید و به این نتیجه رسید که آیا این مشکلات به حدی بوده که قوه تشخیص اونها را از بین ببرد. این در حالیه که هنوز چیزی در مورد مسئولیت یا رفع مسئولیت کیفری اونها محرز نشده. به همین دلیله که در اولین جلسه معاینه توصیه شده در یک مرکز روانپزشکی دانشگاهی بستری شوند و چنانچه به هر دلیل این امر میسر نباشد، روانپزشکان قانونی قادرند با تکمیل اطلاعات اخذ شده از منابع دیگر و انجام آزمایش‌های طبی و روانشناختی به نتیجه برسند که البته این فرایند زمان بر خواهد بود. دکتر صابری با اشاره به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای محمد بیجه که در اون پسر نوجوان 12-13 ساله رو مورد تعرض قرار میداد و به قتل میرسون گفت مورد و موارد مشابه هم یک جنایت سریالیه و در مورد آن بسیار بحث شد که در اون فردی که دارای انگیزه های بیمارگونه روانی بود و مشکلات واضح شخصیتی داشت به مجازات هم رسید و
اینکه داشتن مشکلات روانی و شخصیتی رفع مسئولیت فرد نبوده و دلیل بر این نمیشه که فرد مرتکب جنایت نباید مجازات بشه. دکتر رضایی در ادامه صحبتهاش گفت مثال دیگه خانومی بود به نام مهین در یکی از شهرستانها که خانومهای محسن را به عنوان قربانی انتخاب میکرد و با یه روش مشابه خوراندن آب میده مسموم میکرد و اونها رو به قتل میرسوند و طلاهای اونها رو سرقت میکرد. همه اینا ممکنه ناشی از انگیزه های روانی و خیلی پیچیده باشه. دکتر صابری در ادامه گفت در مورد والدین بابک خرم‌بین باید منابع اطلاعاتی درباره سابقه اونها داشته باشیم و بررسی های تکمیلی از نظر آزمایشات بالینی و روانپزشکی بر روی اونها انجام بشه که ممکنه نیاز به زمان بیشتری داشته باشه. همین دلیل با تاکید دادستانی سعی بر اینه که این بررسی ها از جمله آزمایش های روانشناسی تا حد امکان با سرعت و در عین حال با دقت انجام بشه. او در ادامه گفت با توجه به سالخوردگی والدین بابک خرم‌دین احتمال آسیب های روانی و حتی اختلالات مغزی در اونها وجود داره، اما این قطعی نیست تا نتیجه آزمایش ها مشخص بشه. دکتر صابری در ادامه گفت تاکید ما در پزشکی قانونی بر اینه که برخلاف آنچه در جامعه شایع شد، پزشکی قانونی در یک مصاحبه روانپزشکی و در یک زمان کوتاه نمیتونه تشخیص بده که اونها از سلامت روان برخوردارند و این موضوع رو نمیتونه اعلام کنه تا اینکه بر اساس آزمایش‌های نهایی به این نتیجه برسه. بابک خرم‌دین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش در شهرک اکباتان به قتل رسیدند. پدر بابک خرم‌دین در اعترافات خودش گفته پسرم مجرد بود، به خاطر اختلافاتی که داشتم صبح قتل یعنی مورخ 26 اردیبهشت ماه روز یکشنبه اون رو با خوراندن مواد بیهوشی بیهوش کردیم، سپس با ضربات چاقو به قتل رسوندم و برای خارج کردن جسدش اون رو تیکه تیکه کردم و در نزدیکترین سطل آشغال خیابانی انداختم. همچنین پدر و مادر بابک خرم‌دین در روند بازجویی به قتل دختر 49 ساله و داماد 55 ساله خودشون به شیوه خوراندن داروی بیهوش کننده و مسلح کردن اجساد با انگیزهای اخلاقی و مواد مخدر اعتراف کردند. اونو اعتراف کردند که داماد خودشون فریبرز رو در سال 90 و دخترشون رو در سال 97 به قتل رسوندن. پدر و مادر بابک خرم‌دین در اعترافاتشون به این نکته اشاره کردن که اگر بیرون بیان حتما دو فرزند دیگرشون یعنی آزیتا و افشین رو هم به قتل میرسونند و البته خواهر بابک یعنی آزیتا خرم‌دین در صحبتهاش به این نکته اشاره کرده که تقریبا تمام خانواده خرم‌دین حالت عصبی داشتند. خواهر بابک در حرفش به این نکته هم اشاره کرد که مادرم همش از دست بابک گله‌مند بود و میگفت بابک ما رو اذیت میکنه و اصلا به ما ارزش قائل نیست و به فکر سن و سال ما نیستش. و افشین خرم‌دین هم پس از اعترافات پدر و مادرش به قتل‌های زنجیره‌ای خانوادگی در آپارتمانی که پدر و مادرش زندگی میکردن با هدف خودکشی با مصرف بیش از حد مشروبات الکلی در واقع دست به خودکشی میزنه و در واقع حالش بد میشه و در حال حاضرم در بیمارستانی در تهران بستری هستش. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به خانواده خرم‌دین در قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید و لطفاً و حتماً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و لطفاً با فیلتر شکم مورد یوتیوب بشید و ویدیوهای کانال ما رو ببینید. با تشکر.